عرض ادب دارم گر نبودی در جان امکان گفت یه توانستی گل معنا شکفت. در برنامه گذشته گفتگویی داشتم با آقای دکتر علی نیری، فیزیکدان سرشناس که بنیانگذار اندیشکده مهربانک هستند در کالیفرنیای جنوبی، و میدونیم که کارهای دکتر علی نیری از هاروارد شروع شد با شخصیتی مثل آقای وفا که خودش یکی از برجسته ترین فیزیکدان های ماست. و یک بارم یادم باشه راجع به همکاری آقای نیری و آقای وفا با دکتر نیری گفتگو کنیم، چون خیلی به نتایج فوق العاده ای رسیدن و کار تحقیقی درخشان و یگانه. آقای دکتر نیری درود بر شما. درود بر شما جناب آقای میبودی عزیز، به بینندگان گرامیتون، و سپاس از سپهر نازنین که مسئولیت فنی برنامه رو به عهده دارد. سجده خیر آقای وفا هم شد. کامران وفا هم تو که شما به درستی گفتید آقای میبودی، یکی از مفاخر جامعه جهانی، جامعه علمی در جهان هست و من مفتخر به دوستی او هستم. خوشحال هستم که در مدتی که در هاروارد بودم توانستیم همکاری های علمی با همدیگه داشته باشیم و بسیار از او آموختم. کامران وفا نه تنها یک فیزیکدان درجه یک هست، یک انسان درجه یک هم هست. بسیار بسیار انسان دوست داشتنی، متواضع و ایران دوست، این رو هم میتونم بگم. بسیار به کشورش، به میهنش و به مردمش عشق میورزه. آقای دکتر کامران وفا زادگاهشون کجاست؟ در تهران زاده شدن، ولی اصالتاً خانوادهشون زنجانی هستن، بنابراین باید مردم زنجان بسیار بسیار مفتخر باشن به داشتن چنین فرزندی. ولی کامران وفا تحصیلاتش رو در تا به اصطلاح کلاس 11 یا 3 دبیرستان که در ایران بهش میگیم در ایران انجام داده. و یکی از نکات جالب در مورد کامران که بعضی اوقات دوستان با شوخی هم میکنن این هست که شاید یکی از معدود استادان دانشگاه هاروارد باشه، شاید تنها استاد دانشگاه هاروارد باشه که دیپلم نداره، برای اینکه از وفا پیش از اینکه دیپلم بگیره از ایران خارج میشه، برای اینکه بورس دانشگاه بسیار معتبر MIT رو داشته و پیش از دیپلم وارد دانشگاه MIT میشه. ابتدا قرار بوده که رشته اقتصاد بخونه به توصیه خانواده، ولی اقتصاد و رشته برق، ولی به سرعت علاقهش رو از دست میده، برای اینکه به ریاضیات و فیزیک علاقه بسیار زیادی داشته. در دو رشته فیزیک و ریاضیات محض از MIT لیسانس یا کارشناسیش رو میگیره، بعد میره به دانشگاه پرینستون برای تحصیلات تکمیلی. اونجا زیر نظر یکی از، یا به تعبیر فیزیکدانان امروز، بزرگترین فیزیکدان نظریه امروز که او رو جانشین اینشتین میدونن، یعنی آقای ادوارد ویتن که بنیانگذار، یکی از بنیانگذاران نظریه ریسمان ها هست، ایشون تز دکتریش رو میگیره و از دانشگاه پرینستون که فارغ التحصیل میشه میاد به دانشگاه هاروارد و اونجا انقدر کارهای جذابی انجام میده که در سن 29 سالگی استاد دانشگاه هاروارد میشه و امروز هم که میدونیم یکی از در واقع پیشگامان نظری ریسمان و یکی از بزرگترین فیزیکدانان نظری در کل دنیا هست. آقای دکتر میرزا خانی و وفا با هم آشنایی داشتن از نزدیک؟ بله بسیار زیاد، برای اینکه خب من اون زمانی که مریم میرزا خانی عزیز به شهر بوستون اومد که بسیار شهر بی نظیری است در آمریکا، در شهر بوستون بیش از 70 دانشگاه و کالج وجود داره که دو تاش به طور نمونه دانشگاه MIT و هاروارد هست، یعنی حتی یه دونش هم از این دانشگاه توی شهری بود، به نظرم برای اعتبار اون شهر کافی بود. به هر حال میشه گفت پایتخت علمی آمریکاست این شهر.
و اون زمان من خودم در دانشگاه MIT بودم. وقتی که مریم میرزاخانی اومد به اضافه خانم رویا بهشتی، این دو نفر دوتا از بچه های نخبه المپیاد ریاضی ایران بودن که هر دو به تازگی از دانشگاه صنعتی شریف آریامهر فارغ التحصیل شده بودن و برای مقطع دکترا اومده بودن. رویا بهشتی اومد به دانشگاه MIT برای مقطع تحصیلات تکمیلیش و مریم رفت به دانشگاه هاروارد. ولی از اونجایی که اشاره کردم کامران در دو رشته ریاضیات و فیزیک درس خونده، برای همین در دانشکده ریاضیات هم او در واقع استاد هست و مریم بسیار بسیار مشورت میکرد با کامران در مورد کارهای ریاضیش، به خصوص که کارهایی که مریم انجام میداد بسیار کاربرد داشت در نظریه ریسمان ها. و در واقع خیلی جالب هست وقتی که، چون معمولا اینجور هست در دانشگاه های آمریکا، وقتی که دانشجویان از ایران برای تحصیلات تکمیلیشون تقاضا میکنن که بیان به دانشگاه های آمریکا، معمولا اگر یک استاد ایرانی در اون دانشگاه باشه، حتی در اون رشته هم نباشه، میپرسن که آیا این شخص از دانشگاهی که داره میاد واقعا این دانشگاه شناخته شده هست نیست، استادی که گفته باش کار کرده شناخته شده هست نیست. و برای مریم میرزاخانی هم همینجور بوده، از کامران میپرسن که میشناسیش یا نه، کامران میگه نه و با یکی از ریاضیدان‌های داخل ایران تماس میگیره و انقدر تعریف و تمجید از مریم میشنوه که توصیه میکنه حتما مریم رو بپذیرن، اونم با بورسیه. ولی خب بعد از اینکه مریم به آمریکا میاد و به شهر بوستون و هاروارد میاد، یک دوستی و در واقع گفتگوهای جالبی بین هر دوشون شکل میگیره و بعد از اونم که میدونیم مریم به دانشگاه پرینستون میره و بعد از اونم به دانشگاه استنفورد رفت، جایی که استاد شد و متاسفانه خیلی زود از میان ما رفت. ما داریم به، حالا که اسم مریم اومد، آقای میبودی عزیز، باید اشاره کنیم که چیزی هم به دومین سالگرد پرکشیدن مریم از میان ما نمانده و حال یادش همیشه زنده است و زنده خواهد بود. ولی بله، به خوبی همدیگر رو میشناختن و گفتگوهای علمی بسیار زیادی هم با هم دیگه داشتن. حتما میخوام از تو خواهش کنم که راجب نظریه ریسمان های توضیح بدی، توضیح که همه ما شیرفهم بشیم. و سوالم اینی که آیا گفتگوهای مریم میرزاخانی، دانشمند بزرگی که آقای دکتر نیری میگن تا این لحظه قرن 21 مهمترین شخصیت علمی این قرن، مگر اینکه از این به بعد شخصیت دیگری جای او رو بگیر، یک، آیا گفتگوهای ایشون با کامران وفا هیچ جا ضبط شده یا نه؟ نه متاسفانه آقای میبودی عزیز، ولی من حالا شاید اگر که شد بعداً براتون عکسایی رو بفرستم. در زمانی که حداقل من پیش از اینکه به کالیفرنیا بیام در بوستون بودم، کامران پیشنهاد داد که حالا که بچه های ایرانی این تعدادشون داره زیاد میشه، ما یه جلسه هفتگی نهار با هم دیگه داشته باشیم، که جلسه مشترکی بود بین دانشجویان دانشگاه MIT و هاروارد و بقیه دانشگاه های اطراف. با یک زمان نزدیکی مثلا 30 نفر می شدیم برای این جلسات نهاری که چهارشنبه ها داشتیم و هم با هم دیگه می رفتیم نهار. از اونها عکس هایی به جا مونده، ولی متاسفانه نه از گفتگوهایی که بین مثلا فرض کنین کامران و مریم انجام شده یا حتی با بقیه بچه ها چیزی ضبط نشده. اون موقع میدونین این تلفن های هوشمند نیومده بود که بشه به راحتی ضبط و ثبت کرد اینا رو، ولی هی کاش این اتفاق میافتاد و دوستان میدیدن که مریم چقدر اولا بسیار بسیار خجالتی بود مریم و خوش رو، یعنی هر زمانی که بهش نگاه میکردین همیشه میدید که خنده‌ای روی لباش هست و
میدونم که تصاویری که اکنون از مریم هست معمولا با موهای کوتاه هست، به خصوص بعد از ابتلای او به سرطان و شیمی درمانی که کرد، ولی مریم موهای بسیار بلندی داشت، تا کمرش موهای بلند بسیار زیبایی داشت و یکی از خوشروترین و خوش اخلاقترین و متواضع‌ترین انسان‌هایی بود که من در عمرم دیدم. یادش گرامی، یاد او گرامی، یاد و همچنان آقای دکتر کامران وفای عزیز. اما نظریه ریسمان‌های توضیح بفرمایید. عجیب، می‌خواستیم شروع کنیم راجع به توسعه، ولی خوب شد که هم یاد دکتر کامران وفا افتادیم. دقیقا. اون شخصیت بزرگ علمی ما، همینطور مریم میرزاخانی. دکتر نگیری، نظریه ریسمان ها. بله، ببینید آقای میبودی، یکی از آرزوهای بزرگ اینشتین که هیچ وقت هم نتونست به این آرزوی بزرگش برسه و تا زمانی هم که فوت کرد، که اتفاقا سالگرد درگذشت اینشتین همین چند هفته پیش هم بود، در سن 55 سالگی آخرین یادداشتهایی که ازش باقی مونده کار کردن روی همین آرزوی بزرگ بود. این آرزوی بزرگ اینشتین این بود که نشون بده که در واقع در ابتدای عالم، زمانی که کیهان به وجود میاد، عالم به وجود میاد بر اساس این تئوری مهبانگ یا بیگ بنگ، نشون بده که همه نیروهای طبیعت ناشی از یک نیروی واحد بودن، که به این میگن نظریه اصطلاحاً وحدت بزرگ، نظریه‌ای که نشون میده تمام نیروهای عالم از یک ابر نیروی ناشی شدن که در ابتدای عالم وجود داشته. ولی خب اینشتین هیچ وقت موفق نشد چنین کاری رو انجام بده. این چهار نیروی بنیادین طبیعت، یعنی شما هر نیروی دیگه که در طبیعت در نظر بگیرین، در واقع یک جوری در واقع جلوه های این چهار نیرو هستن. مثلا حتی وقتی شما یه چیزی رو هل میدید یا میکشین یا نیروی استکار، اینا همه جلوه های مختلف یکی از نیروهای بنیادین طبیعت به نام نیروی الکترومغناطیسه. دیگر نیروی بنیادی طبیعت که ما انسان‌ها باهاش آشنایی داریم و ملموس هست، نیروی ثقل یا گرانش هست. شما می‌بینید که وقتی از سطح زمین می‌پرین بالا، دو مرتبه برمیگردین روی سطح زمین، یا چیزی رو به بالا پرتاب می‌کنین برمیگرده به سطح زمین، این نیروی جاذبه گرانشی یا نیروی ثقل هست. دو نیروی دیگه هم در طبیعت وجود دارن که برای ما ملموس نیست. اون نیروها که بعد از اینکه ما با فیزیک کوانتومی آشنا شدیم توانستیم اونها رو کشف کنیم، یکیش هست نیروی ضعیف هستی و نیروی قوی هستی. این نیروها رو اینشتین تلاش داشت که نشون بده که همشون از یک نیروی واحد در ابتدای عالم منتج شده. اما در اواخر دهه 60 میلادی تعدادی از فیزیکدان‌ها که به دنبال در واقع مسئله حل مسئله دیگه‌ای هم بودن، متوجه شدن که یک راهی وجود داره برای وحدت این نیروها، که به اون اصطلاحاً نظریه فراگیر میگن، یا به غلط نظریه همه چیز میگن، یا theory of everything، TOE به اصطلاح، که یکی از کسانی هم که روی اون کار میکرد استیون هاکینگ بود، و تلاش بر این بود که به ویژه نشون داده بشه، چون سختی کار در جایی بود که میخواستن، ما تا پیش از اون موفق شده بودیم سه نیروی دیگه از این نیروهای بنیادین طبیعت رو نشون بدیم که یک جلوه دارن، ولی نیروی گرانش یا ثقل رو نمیتونستیم به هیچ وجه جمع ببندیم با نیروهای دیگه. نظریه ریسمان ها توانست این کار را انجام بده. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که یکی از فرض هایی که کرد این بود که به جای اینکه ما فرض کنیم ذرات، که تعریف ذره در فیزیک در واقع ذره، وقتی که مثلا ما از الکترون اسم میبریم،
یعنی تجمع انرژی در یک نقطه. بنابراین در واقع این همون فرمول بسیار مهم اینشتین هست که هم ارزی جرم و انرژی هست. وقتی ما از ذره اسم میبریم یعنی که در یک نقطه ای از فضا انرژی متمرکز شده. حالا اگر به جای این که ما فرض کنیم تمرکز انرژی در یک نقطه هست، فرض کنیم که تجمع انرژی گسترده تر هست، به جای که در یک نقطه باشه در یک فضای گسترده تری هست، به شکل فرض کنید مثل یک تار یا نخ یا ریسمان، اون موقع میشه این مسئله وحدت بین نیروی ثقل یا گرانش رو حل کرد. و تعبیرش هم این است که شما نگاه کنید، فرض کنید اگه شما یه حلقه ای رو در نظر بگیرید، اگه حلقه رو از خیلی خیلی دور نگاه بکنید به شکل یک نقطه به نظر میرسه، ولی وقتی بهش نزدیک میشین میبینین نقطه نیست، یک حلقه است در واقع. بنابراین ما اگر فکر میکردیم الکترون یک نقطه است، در واقع به علت این هست که نوع نگاه ما نگاه درستی نبوده، در صورتی که اگر که بتونیم الکترون رو به خوبی نگاه بکنیم، تجمع انرژی در واقع به شکل گسترده تری روی یک مثل یک تار یا نخ یا ریسمان وجود داره، که این در واقع تولد string theory یا نظریه ریسمان هاست. منتها بهای زیادی باید برای این داد، این وحدت داد. بهایش هم این هست که شما مجبوری تعداد ابعاد عالم رو که میدونید سه بعد فضایی یک بعد زمان هست، یعنی 4، رو برسونید به 10 یا حتی 11 بعد. و کامران وفا اتفاقا با یک تئوری جدیدتری اومده که تعداد ابعاد عالم رو میرسونه به 12 بود، به نظریه F معروف هست. بنابراین این هزینه است که برای این وحدت باید داد، ولی وقتی که شما به این ابعاد بیشتر میرین و این ابعاد در ابتدای عالم همشون از نظر اندازه یکسان بوده، ولی بعداً در دوره تحول عالم، جالب هست که هنوزم این یک کمی حالت اسرارآمیزی برای ما داره و دقیقا حل نشده، این است که از این 10 یا 11 بود 6 یا 7 بود بسیار بسیار کوچک موندن که ما حتی هنوز با ابزارهای جدید علمی نمیتونیم این ابعاد کوچک رو مشاهده کنیم، ولی 4 بود اون بسیار بسیار بزرگ شدن که همین طول و عرض و ارتفاع و بعد زمان ما هست، بقیه اونها بسیار بسیار کوچک باقی موندن. بنابراین در نظریه ریسمان ها نظریه ایست با ابعاد بالاتر، ولی این امکان وجود داره که بشه نیروهای بنیادین طبیعت رو وحدت داد. اینم بگم که نظریه ریسمان ها پیچیده ترین نظریه است و از نظر مقدار ریاضیاتی که درش داره استفاده میشه، شاید بتونیم بگیم ریاضی ترین نظریه فیزیکی هست که تا حالا فرمول بندی شده. یکی از بنیانگذاران اون ادوارد ویچن هست در مرکز مطالعات پیشرفته پرینستون، و بعد کسی مثل کامران وفا هم نسل بعدی هستن که توانستن نظریه ریسمان رو تدوین کنن و تکمیل کنن و همچنان هم مسائل مختلفی رو که وجود داره جلو ببرن. من هم خوشبختانه این افتخار رو داشتم که با کامران وفا برای در واقع کاربرد نظریه ریسمان ها در کیهان شناسی همکاری داشته باشم، که اون یک بحث دیگه ای رو میطلبه، ولی به نتایج بسیار جالبی رسیدیم برای مدل هایی که برای در واقع برای توصیف کیهان میشه به دست آورد. خیلی تشکر کنم، چه اطلاعات جالبی، ممنون آقای دوژانه. آخرین سوالم، وقتی زیادی هم نداریم، اینه که مریم میرزاخانی با توجه به اینکه یک ریاضیدان بزرگ بود، علاقه نشون میداد نسبت به نظریه ریسمان ها با توجه به اینکه یکی از ریاضی ترین بخش های علمی بوده؟
بله در واقع بسیاری از کارهای مریم کاربرد مستقیم در نظریه ریسمان ها داره فرجانه. و چون همونطور که اشاره کردم نظریه ریسمان ها ریاضی ترین نظریه علمی است که تا به الان تدوین شده. بسیاری از ریاضیدان ها هستن که در موردش دارن کار میکنن. اتفاقا همین جایزه فیلدز که به نوبل ریاضی معروف هست، ما نوبل در ریاضیات نداریم و مریم به عنوان این مریم میرزاخانی به عنوان این به عنوان اولین زن ریاضیدان موفق به کسب این جایزه شد. جالبه که بدونید اولین فیزیکدانی هم که توانست در تاریخ این جایزه رو از آن خودش بکنه همین آقای ادوارد ویتن بود که استاد کامران وفا بود. اتفاقا مریم یک کار بسیار درخشانی کرده، در واقع یک راه بدیلی برای یکی از کارهای آقای ویتن پیدا کرده بود که بسیار ساده تر، سرراست‌تر و راحت تر از روش آقای ویتن بود برای حل یکی از مسائلی که در نظریه ریسمان ها وجود داره. بنابراین بله، مریم بسیار آگاه بود به ریاضیاتی که در نظریه ریسمان ها وجود داره و بسیاری از کارهایی که کرده به نظر من در آینده کاربردهای بیشتری رو در این نظریه پیدا خواهد کرد. مثلا در ناسا ما یه حلقه ایرانی کیهان شناس داریم، در JPL به همین ترتیب. دقیقا. به نظرم یواش یواش فیزیک هم داره همچه حلقه‌ای در دنیا پیدا میکنه، یه حلقه ایرانی. دقیقا همینطور آقای میبودی، ما الان جوانان بسیار خوبی رو در فیزیک در سراسر دنیا پیدا کردیم، در همین آمریکا، که من مطمئنم جامعه ایرانی به زودی نامهای بیشتری رو از ایرانی ها خواهد شنید. و خوشبختانه زنان بسیار یعنی فیزیکدانان زنی که دارن کارهای بسیار درخشانی رو در این شاخه انجام میدن. خوشحالم، برای همین من میگم مریم یک سچکنی بزرگی رو انجام داد. بسیار خوشحالم که زنان بسیار زیاد نه تنها از ایران بلکه از همه دنیا دارن به رشته های مثل ریاضی و فیزیک میان و اون تصور ابلهانه‌ای که این رشته ها فقط برای مردها ساخته شده رو دارن به دور میندازن و زنان دارن نشون میدن که نه تنها کمتر از مردان در این زمینه نیستن بلکه شاید بهتر هم باشن. سلامتم است آقای دژنه، خیلی تشکر میکنم از حضور شما در بس همیشه، خیلی خیلی آموزنده. فقط به من بگید که کلاس بعدیتون کیه؟ کلاس های ما در اورنج کاونتی هر پنجشنبه ساعت 7 تا 10 شب هست و گفتم این هفته ما با یک متخصص علوم اعصاب گفتگو خواهیم داشت. شماره تلفنی چیز دارید اعلام بکنی؟ الان کسی خواهد؟ ذهنم نیستش. تشکر، تا دیداری دیگر. تا دیداری دیگر. ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای در شکست جام ما، ای بر درید دام ما.
هستم گرو دستار ما بستان گرو دستار ما